سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. 108مین روز جنگ در منطقه غرب آسیا با محوریت فلسطین رو داریم پشت سر میگذاریم. نبردی که خیلی چیزها رو برای خیلی ها مشخص و عیان کرده است. اگر از فضای رسانه‌ای دور شویم، اگر از دلغک بازی های مجازی که دشمنان ایران به راه انداختن دور شویم، اگر از فضاسازی هایی که بعد از ترور مستشاران ایرانی صورت گرفته فاصله بگیریم، یک سوال جدی در اصل مطرح هست و اون سوال برای کارشناسان غربی اینه که اگر روزی ایران اشاره میکرد که تنگه هرمز را میبندیم و ما میگفتیم که ناو داریم، نیروی نظامی داریم، دیگران کمکمون میکنن، تو همچین کاری هیچ وقت نمیتونی بکنی، بلوف قشنگیه، شاید یکی دو روزی تلاشی بکنی ولی در توان نیست برای بلند مدت این کارو بکنی. آیا یمن ثابت نکرد که همچین چیزی قطعا و یقینا شدنی است؟ دوستان، پیام‌های اصلی نبردی که در حال رخ دادن است به شدت برای غرب ناامید کننده است، به خاطر اینکه الان او در میدان، در جغرافیای مقاومت، در جغرافیای غرب آسیا داره گروه‌هایی رو می‌بینه که چندین بار تقابل با خودش رو تمرین کردن، همه دارن هماهنگ کار می‌کنن، از یمن تا لبنان و جاهای دیگه، حد اکثری هم بازی نکردن، حداقلی دارن فعلا کار می‌کنن، یه تنگر هم بستن، دومیش هم میتونن ببندن. اینا پیام‌هایی هست که طرف مقابل داره دریافت می‌کنه و فهمیده و پذیرفته که راهی برای مقابله با آن نخواهد داشت. میخوایم بریم گزارش های امروز رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چی داره اتفاق میفته. در ساعات گذشته خبری به نقل از انصارالله یمن روی خروجی رسانه‌ها رفت. این خبر داشت اشاره میکرد به اینکه یمنی‌ها یک کشتی رو منهدم کردن. خب منهدم کردن یا مورد هدف قرار دادن کشتی توسط یمنی‌ها که چیز جدیدی نیست. مسئله اینجاست که کشتی که مورد هدف قرار گرفته ماجراش متفاوت‌تر بوده. من اول بیانیه یمنی‌ها رو برای شما می‌خونم، بعد نکات خودم رو ارسام کرد. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در صحبت‌های به این اشاره کرده که نیروی دریایی یمن عملیاتی را علیه یک کشتی نظامی آمریکا انجام داده، یک کشتی تسلیحات بر، یک دونه لنج دارای تسلیحات به سمت یمن در حرکت بوده. آمریکایی‌ها اومدن اعلام کردن، گفتن این کشتی داره تسلیحات ایرانی می‌بره، این لنج داره تسلیحات ایرانی می‌بره، رفتن جلوی این رو بگیرن. همین چند وقت پیش گفتن که دو تا سرباز ما، دو تا نظامی ما خواستیم به این حمله کنیم، این لنج رو توقیفش بکنیم. عکسش رو دارید رو صحبت من مشاهده کنید. اصلا قد و قواره ای نداره که تو برای توقیفش دو تا نظامیت حذف شدن، تو بخوای جلوی اینا تو میدان بیسی از شلیک کردن هوایی فرار بکنی، واقعا جنگ تن به تن یا رو در رو بکنی، چی کار میخوای بکنی؟ برای اینکه این لنجی که دارید رو صحبت من مشاهده میکنید رو مورد هدف قرار بدن یا توقیفش بکنن، اینا دو تا از نظامی هاشون رو اعلام کردن در روز قبل که مفقود شده. الان اعلام کردن به طور رسمی، گفتن تلاش ها برای پیدا کردن اینها به جایی نرسیده و به طور رسمی اعلام میکنیم که اینها جان خودشون رو از دست دادن. حالا نکته کجا است؟ ببین، تو بعد از عملیاتی که انجام دادی علیه یه لنجی که میخواست تسلیحات ببره به سمت یمن، الان دقیقاً کشتی نظامی تو اینا مورد هدف قرار دادن، کشتی تسلیحات بر تو مورد هدف قرار دادن. آن چیزی که در حال رخ دادن است از سوی مقاومت، به ویژه از سوی یمنی ها، یک شاهکاره. بریم ادامه‌اش رو با هم بررسی کنیم. در ادامه به این اشاره کرده سخنگوی ارتش یمن که به هر تعدی آمریکایی انگلیسی به کشورمان با حمله به منابع تهدید در دریای سرخ و دریای عرب ادامه خواهیم داد و چنین پاسخی حتمی است و هیچ تعدی جدید بدون پاسخ نخواهد ماند. سرتیپ سری در یه ادامه صحبت خودش به این اشاره میکنه که این کشتی یک کشتی باری نظامی بوده، به سمت خلیج عدن حرکت کرده که با موشک‌های دریایی مورد هدف قرار گرفته. من لازم هستینم خدمت شما عرض کنم، تصویر رو دارید از این کشتی روی صحبت من مشاهده میکنید، با موشک‌های ضد کشتی این رو مورد اصابت قرار دادن. کشتی فوق به نام یک کشتی باری سنگین تحت پرچم آمریکا از مبدأ بندر سعید مصر با مبدأ اصلی بندر نظامی آمریکا عازم مقصد نامعلومی بوده است که توسط نیروهای مسلح یمن هدف قرار گرفته. گزارش نشدن حمله‌ای در محدوده دریای سرخ توسط سازمان امنیت عملیات تجارت دریای انگلیس که تاکنون حملات انجام شده در این محدوده را گزارش می‌کرده نیز قابل تأمل است. آخرین حمله گزارش شده توسط این نهاد، حمله به یک کشتی در 3 روز گذشته بوده است. من لازم است این رو خدمت شما عرض کنم که یمن اشاره کرده بود به اینکه ما تسلیحاتی داریم، امکاناتی داریم که اینها از جنس موشک‌هایی هست که نمی‌خواستیم در میدان استفادهش بکنیم. متأثر از غلطی که انجام دادید و حمله‌ای که به یمن کردید، حالا اونها رو هم در میدان به کارگیری خواهیم کرد، که این تیر و ترکش‌های همون داستان. حالا بعد بریم جلوتر ببینیم ادامه ماجراها در یمن و پیرامون یمن به کجا ختم خواهد شد.
بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم. ارتش رژیم صهیونیستی امروز از کشته شدن تعدادی از نظامی‌های خودش در غزه، دو سرگرد و یک سروان خبر داده که تصاویرشون رو دارید روی صحبت‌های من مشاهده می‌کنید. مقاومت اسلامی عراق هم امروز بیانیه‌ای داده. این بیانیه در نوع خودش جالبه، گفته با توجه به جنایتایی که رژیم صهیونیستی داره در غزه انجام میده، ما در پاسخ به جنایت اسرائیلی علیه مردم بیگناه، پایگاه آمریکایی عین الاسد در غرب عراق را مورد هدف قرار دادیم. دمتون گرم، ای والله، خدا قوت به شما بابت عملیاتی که انجام داده اید. که من امروز رسانه‌های وطن فروشم یه رصدی می‌کردم، اعتراف کرده بودن، گفته بودن که آمریکا قطعاً توی ماجرا تلفات داده، چون رسما موشکای که شلیک شده 15 تا رو پاتریوت زده بود، دیگه نتونسته بود عملیات بکنه. اینا همه در خود عین الاسد مورد هدف قرار داده پایگاه رو، و اینها قابل تعامله. حالا باید بریم جلوتر ببینیم آمریکایی‌ها بعددی اشاره خواهند کرد یا نه. یک نظرسنجی امروز از فلسطین اشغالی مورد توجه قرار گرفته. 53% صهیونیست‌ها گفتن ما بر این باور هستیم که نتانیاهو جنگ رو به خاطر انگیزه شخصی داره پیش میبره. دو سه هفته پیش که اینها رو اینجا با هم بحث می‌کردیم، یادتونه گفتیم آقا یه چیزی داره در ذهن اینا شکل می‌گیره، ممکن است این توهم توطئه باشه، ولی این داره گسترده‌تر میشه. وقتی فراگیر شد، بعد دیگه اینا کنترل میدان و مدیریت صحنه این نبرد درشون سخت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم دیگه باور ندارن این جنگ جنگ اونهاست. مردم میگن تو برای اینکه قدرت رو تحویل ندی داری میجنگی. یادتون هست با هم مرور کردیم، گفتیم یکی از تبعاتش قطعا این خواهد بود که میان یقهشو میگیرن، میگن اصلا چرا بعد جنگ؟ تو الان اصلا مدل جنگیدنت مشکوکه، پس همین الان مسئولیتو تحویل بده برو. فضا برای همچین چیزی در فلسطین اشغالی داره فراهم شه. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم. یک خبر خیلی خاص امروز از وزارت خزانه‌داری آمریکا توجه ها رو به خودش جلب کرد، بعد از چیزی در حدود 30,000 انسان که مفقود یا شهید در غزه شدن، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های جدید علیه حماس رونمایی کرده. آقا یعنی اصلا چجوری داستانو می‌فهمی که او 30,000 زن و بچه کشته، ارتشش تحریم نمیشه، ارتشش تو لیست ارتش‌های تروریستی نمیره، سرزنش نمیشه، کسی جلو اسمش در سازمان ملل حتی زردر نمیزنه، ولی تو حماس رو تحریم کردی؟ دنیا اینها رو داره میبینه. ما این روزها فقط با افکار عمومی کار داریم. یه اتفاقی رخ داد توی روزهای اخیر، من دیدم خیلی برام جالب بود. چقدر ما داریم تو افکار عمومی خودمون فحش میخوریم که آقا اینا کل پولای ملت رو برداشتن بردن عراق و سوریه. این حرفا داره زده میشه دیگه، درسته؟ ما سر این حرفا داریم فحش میخوریم. تو کشورهای عربی توییت برداشتن، ترجمه کردن به زبان فارسی، کاربره برداشته به بقیه گفته که آقا اینا هر چی امکانات دارن، هر چی پول دارن، هر چی دستشون میاد میدن به بقیه تو یمن و فلسطین و جاهای دیگه، پس هر چقدر میتونید کالای ایرانی بخرید. یعنی این فوشایی که این وطن فروشای احمق برای تشکیک در مدل رفتار ایران اومدن در افکار عمومی جا بندازن، داره به درد ما میخوره. اینا تو افکار عمومی الان وقتی دارن با هم دیگه در کشورهای عربی صحبت میکنن، میگن آقا این درسته، میگه به من ربطی نداره، یحیی سری و یحیی سنوار و اینا همشون این داره حمایت میکنه، هر چی میتونید کالا از اینا بخرید، کالاها اینا رو بخرید که اینا بتونن بیشتر کمک بکنن. دقت کنید چی داره اتفاق میفته. اگر امروز مثلا اعلام میکنه وزارت خزانه داری آمریکا که آقا حماس تحریم شد، فلان کردیم، بیسار کردیم، دیگه اصلا پشیزی ازش نداره، من افکار عمومی رو میخوام، من همین که جلو در سازمان ملل کارمندات علیه خودت شعار بدن، به نفع من شعار بدن رو میخوام، این داره اتفاق میفته و آینده دنیا رو این جنس از اتفاقات قطعا دستخوش تغییر خواهد کرد. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی کنیم. امروز خبر قابل تأملی توجه ها رو به غزه جلب کرد. مرگ سه اسیر اسرائیلی در تونل های غزه متأثر از گازهای سمی ارتش رژیم صهیونیستی. اینو روزنامه هارتس بهش اشاره کرده، گفته که گازهای سمی ریختن تو این تونل‌ها به جهت اینکه نظامی‌های حماس رو از پا در بیارن، این باعث شده تعدادی از اسرای خودمون در غزه جان خودشون رو از دست بدن. یک خبر هم به نقل از کانال 13 رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفته، گفته 60% از شهرک نشین‌هایی که از شمال تخلیه شدن، داره اشاره می‌کنه به اونهایی که در مرز با لبنان بودن، از اینکه به خانه‌های خود بازگردن ترس دارن و 40% از شهرک نشینانی که در خانه‌هایشان در شمال مانده اند تاکید می‌کنند که دچار بیماری روحی شدن. بیماری روحی بین ساکنان این شهرک‌ها 3 برابر قبل از 7 اکتبر شده است. این بخشی از اخباری هست که این روزها ما داریم در رسانه‌ها می‌شنویم، همزمان با اخباری که از مرزهای شمالی به این شکل داره منتشر میشه. امروز مقاومت لبنان مجدداً اشاره کرده به اینکه حملات موشکی داشته علیه برخی پایگاه‌های رژیم صهیونیستی. بعد جالبه، صبح یه خبری مقاومت کار کرده، تو این خبر اشاره کرده به اینکه صهیونیست‌ها می‌خواستن نیروهای نظامیشون وارد لبنان بشن، مقاومت اینها رو مورد هدف قرار داده.
این بخشی از چیزهایی هست که این روسا داره روی خروجی رسانه ها میره. از عین الاسد هم خبر رسیده، آمریکایی ها گفتن بعد از شلیک 40 موشکی که مقاومت داشته علیه عین الاسد، تعدادی از نظامی های ما دچار مرگ مغزی شدن، دچار ضربه مغزی. البته اصلا مدل عین الاسد اینجوریه، تو عین الاسد آمریکایی نمیمیره ها، آمریکایی یه خورده ضربه ملایم مغزی، بعدن حالا یواش یواش تو رزمایششون در کشورهای اطراف اعلام میکنن آقا مثلا فلان جا نفر بعد چپ کرده، فلان جا چی شده، نیروهای ما به رحمت خود رفتن. حالا باید بریم جلوتر ببینیم در روسای پیش رو از این جنس اخبار منتشر خواهد شد یا نه. چند تا فیلم امروز از نیروهای مقاومت در غزه منتشر شد، از شاهکار تکفیراندازها که اجتماع صهیونیست‌ها رو دونه دونه نظامی‌هاش رو زیر هدف می‌برن، زیر ضربه می‌برن، و این فیلم‌ها این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته. انهدام تانک‌های رژیم، خودروهای زرهی رژیم و عملیات‌های از این دست از فاصله صفر امروز چندین بار در غزه گزارش شده. یک خبر هم امروز به نقل از وزارت اوقاف غزه مورد توجه قرار گرفته. این وزارتخانه به این اشاره کرده که در عملیاتی که صهیونیست‌ها انجام دادن، 1000 مسجد، 10 گور و همچنین 100 مبلغ ترور شدن. یعنی رفته 1000 تا مسجد و گورستان اینا رو مورد هدف قرار داده، 100 تا مبلغ هم زده کشته. که چه بشود که بتونه به یک خروجی در این جنگ برسه؟ آه به خروجی میتونی برسی، خروجی چیه؟ اصلا به چی میخوای برسی تو غزه؟ تو غزه بعد از 100 روز میخوای چیکار بکنی؟ رژیم دیگه هیچ راهکاری برای مدیریت میدان نداره. با تداوم بچه کشی هم این بازی به هیچ کجا منجر نخواهد شد. بریم ادامه اتفاقات امروز رو با هم بررسی بکنیم. یک خبری امروز رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر کردند که این خبر لابلای اخبار گم شد. من لازم هست یک توضیح ویژه‌ای در خصوص این خبر بدم. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تاکنون 13572 نظامی و شهرک نشین در اتفاقات غزه و مرزهای اطراف آن به دلیل جراحت به بیمارستان منتقل شدند. قبلا عددهای این شکلی ارائه نمیداد، 13500 تا مجروح. الان داره همچین عددهایی رو ارائه میده. من لازم هست خدمت شما عرض بکنم که این در مقابل حقایقی که رژیم با آن روبرو است بسیار بسیار عددهای کوچکی. برای مدیریت افکار خودشون دارن اینها رو میگن و این عددها رو کوچک میکنن. واقعیت طور دیگری است. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی کنیم. چند تا فیلم و عکس امروز از ترکیه توجه ها رو به خودش جلب کرد. فیلم و عکسایی که نشان میداد ترکیه کشتی های باریش به سمت فلسطین اشغالی دارن حرکت میکنن، به سمت غزه نه ها، دارن کمک میبرن، دارن مواد غذایی میبرن، دارن کارهای تجاریشون با رژیم صهیونیستی رو انجام میدن و حرفای از این دست. بسیاری از کاربرها تصاویر اردوغان رو، اون تصاویری که چفیه گردنش هست رو گذاشته بودن کنار این تصاویر، به این اشاره کردن که تهیه این چفیه ها و این عکس یادگاری گرفتن با اینها خیلی کار پیچیده نیست. اینکه انسان شرافت داشته باشد در میدان با آن کسانی که در حال بچه کشی هستن در قامت دوست و رفیق وارد نشود حرفه. من البته باید یادآوری بکنم که فکر میکنم دیگه الان کسی نباشه که نسبت به این که حکام ترکیه منافق هستن شکی داشته باشه. الان خود مردم ترکیه رو نگاه میکنی، خیلی هاشون صریح دارن به این اشاره میکنن که نه، اینا یه مش آدم منافقن. تو این ماجرا هم برای همه این داستانها عیان شده است. این بخشی از آن چیزی هست که ما این روسا در میدان شاهدش بودیم، از غزه تا لبنان تا عراق تا سوریه تا یمن و جاهای دیگری که به شدت درگیر مسئله فلسطین هستن. باید نظاره‌گر باشیم ببینیم در ادامه آن چیزی که در حال رخ دادن است چه اتفاقاتی میدان را درگیر خود خواهد کرد. اگر نکته‌ای داشتین، اگر بحثی بود، حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. من صرفاً می‌خوام انتهای این گزارش یک درخواست از دوستانم داشته باشم و خواهش می‌کنم رفقا درخواست بنده رو جدی بگیرن. ما در هفته تبلیغات هستیم. این که میگم خواهش می‌کنم به خاطر این هست که می‌خوام این حرفه مثل یه نوار ضبط کلیشه‌ای نشه. ما این جنس از حرفا رو میتونستیم نزنیم، پیش نیازش این بود که به جای وصل باشیم بگیم منبع کوری وصل باشیم و نیاز به بیان این چیزها نباشه. ما در هفته تبلیغات هستیم، از دوستان خودمون درخواست میکنیم، از رفقای خودمون درخواست میکنیم، اگر از برنامه ها، اگر از اجراهای ما، اگر از فعالیتی که داریم انجام میدیم راضی هستن، مورد پسندشون، تمایل دارن، دوست دارن از ما حمایت بکنن و به ما انگیزه بدن، ولو یک ریال از تیم ما حمایت داشته باشن. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.